از قاری قرآن بودن تا خواننده گلها و محبوب دلها شدن کاری بود که این مرد هنجر طلایی اون رو خیلی خوب بلد بود. اکبر گلپایگانی از قصه های همه این سالهاش میگه در گلپا ترانه و آواز. سلام، حسن سولچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته ی آپارات. اکبر گلپایگانی در موسیقی آوازی ایران از جمله نام‌های پرآوازه به شمار میاد. او با سبک و سیاق مخصوص خودش جلوه‌ای تازه وارد آواز ایرانی کرد و به سرعت تبدیل به خواننده‌ای پرطرفدار در بین عموم مردم شد. بچه ی اودلاجان تهران و پسر مرشد حسین مرثیه خان که بعدها با بازیگری در فیلم به مرد هنجر طلایی معروف شد، بعد از انقلاب به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در عرصه عمومی در داخل ایران به محاق سکوت رفت و اثری تولید نکرد و همین برای او شهرتی متفاوت با پیش از انقلاب به وجود آورد. فیلم گلپا ترانه و آواز فیلمی هست که تازه از تنور در اومده و روایتی هست از زندگی اکبر گلپایگانی به زبان خودش، روایتی کمتر شنیده شده از خواننده‌ای که در طول حیات هنریش به روایتی حدود 300 اثر رسمی منتشر کرده. این فیلم ساخته هومن ظریف است. آقای ظریف تحصیلاتی غیر مرتبط با سینما داشته و بیشتر در زمینه نویسندگی و روزنامه‌نگاری در عرصه‌های ادبی و هنری فعالیت می‌کرده. بعد هم رو به مستندسازی در زمینه چهره‌های ادبی و هنری آورده و چند مستند هم ساخته. پیش از این از همین فیلمساز فیلمی درباره عبدالوهاب شهیدی رو در برنامه آپارات دیده بودیم. اما این هفته فیلم گلپا ترانه و آواز رو از این فیلمساز در برنامه می‌بینیم و برای صحبت بیشتر در مورد اهمیت و ارزش اکبر گلپایگانی در سین موسیقی از فرج بالفکن صاحب نظر در زمینه موسیقی و همکارمون دعوت کردیم که در بخش تحلیلی برنامه همراه ما باشن. خیلی خوش اومدید و خیلی ممنون از حضورتون در برنامه آپارات آقای بالفکن. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم گلپا ترانه و آواز ساخته یه هومن ظریف رو ببینیم، بعد درباره‌اش حرف میزنیم. دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود؟ در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده. میدونی دنیا وفا نداره، یا اگر داره بقا نداره. آدمی با دل پر امیدش رو به درگاه خدا میاره. زندگی یا که سیاه یا که سپیده، واسه تو توی نامیدی یا گاهی امیده. پای من اگه درد کنه شما پای من لعنت کنی، من نباید بگم آخ. اگه بگم آخ این سیاسی میشه؟ نه بابا، این حقیقتیه. ای وطن، ای ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من، قلب پاره پاره من. میدونی دنیا وفا نداره، یا اگه داره بقا نداره. گلپا ترانه و آواز رو دیدیم، یه مستند گزارشی ساخته هومن ظریف محصول سال 1402. فیلم یه مستند گفتگو محور بود که در اون فیلمساز سعی کرده با گفتگو با شخصیت اصلیش به بخش‌هایی از زندگی اون نزدیک بشه و در این حال هم از نگاه دیگران نشون بده که گلپا در عرصه موسیقی ایران چه اهمیتی داشته. فیلم آشکارا با محدودیت تصویری روبرو هست و در این حال
نمیتونه تبدیل به یک فیلم شخصیت نگار کامل بشه. با این حال همین سبت شفاهی از هنرمندانی که کمتر از اونها میدونیم کار بسیار با ارزشیه. بریم سراغ بخش تحلیلی برنامه ببینیم که میهمان برنامه به دانسته های ما چه چیزی اضافه میکنه. گلپا ترانه و آواز از معدود فیلم هایی هست که درباره این خواننده پرآوازه ایران ساخته شده. خواننده‌ای که با برنامه گلهای رادیو به جامعه معرفی شد. اهمیت این فیلم همونطور که پیش از این هم گفتیم در ثبت دیدگاه ها و باورهای یکی از بنامترین چهره های موسیقی ایران در دهه‌های گذشته است. من برای صحبت بیشتر در مورد اهمیت و ارزش اکبر گلپایگانی در سی موسیقی فرج بالفکن صاحب نظر در زمینه موسیقی و همکارمون در بخش تحلیلی برنامه همراه ما هستن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای بالفکن. اول برام بگید که فیلم برای شما که مسائل موسیقی ایران رو از نزدیک دنبال میکنید چه چیز تازه‌ای داشت؟ خب فیلم خیلی از این بابت سودمند بود، چون واقعا وقتی من خودم می‌خواستم مطلبی راجع به استاد گلپا بنویسم در وبسایتمون، گشتم ببینم که ایشون جایی صحبتی کرده که بتونم به نقل از خودشون یه مواردی رو منتشر کنم. خب خیلی کم بود، منابع خیلی محدود بودن و در واقع نمیشد اونجوری که هست ایشون رو با صحبتهای خودشون در حقیقت سنجید. اینه که در حقیقت این فیلم که دیدیم بسیار فیلم از این جهت مؤثر و مفیدی هست. و اهمیت خود فیلم براتون در چی بود؟ خب در جریان این فیلم که ما در واقع یه مراحل چگونگی شکل‌گیری شخصیت آقای گلپایگانی رو می‌بینیم و اینکه چه چیزایی تأثیر گذاشته برش و در واقع اینکه چطور وارد عرصه خوانندگی شده و خودش رو چجوری معرفی می‌کنه. یعنی این خیلی مهمه که ما از زبان خود خواننده بشنویم که چگونه خودش رو میسنجه و به این جهت فکر میکنم که بسیار در واقع این فیلم کمک میکنه به مخاطبش که یک شمای کلی از این همچین اسطوره‌ای در آواز موسیقی ایران به دست بیاره. در حقیقت میدونم که خیلی خوب مسئله موسیقی رو پیگیری میکنی و خود اهل موسیقی هم هستی، مینوازی، رد پات هم در بعضی فیلم ها دیده شده. از نظر شما فیلم توی چه جاهایی کم داشت؟ خب یکی از مهمترین مواردی که من خودم شخصا دنبالش بودم ببینم که واکنش آقای گلپایگانی بهش چیه، اون سکوت و اون غربتیه که ایشون در موسیقی ایران به هر حال تجربه کرد و به عبارتی میشه گفت ازش رنج برد و این خب تو فیلم من خیلی ندیدم. البته میشه درک کرد که به هر حال تو فضای ساخته میشه که نمیشه خیلی وارد بعضی مسائل شد، نه شاید خود ایشون خیلی ترجیح داده که صحبتی کنه و یا اینکه بشه اونجا اونچنان منعکسش کرد و از این جهت خب خیلی به نظر من جا داشت که جا داره که بیشتر راجبش کار کرد. و ضمن اینکه خب این که اصلا خود شیوه آوازخونی ایشون در مقایسه با دیگران چطور میتونه ارزیابی بشه، خب اینم از مواردیه که به هر حال فکر میکنم شاید اینجا چون بیشتر قصد بوده که خود آقای گلپایگانی رو به یک نحوی معرفی کنه، در حقیقت یک مروری برش داشته باشه، از این جهت خیلی موفق بوده. اما از جهات دیگه همچنان جای کار هست که بشه ابعاد شخصیتی ایشون رو بررسی کرد. توی فیلم آقای گلپایگانی از برنامه گلها صحبت میکنه و به هر حال تأثیر اون بر جامعه ایرانی و در این حال دلخوریش رو به قول خودش از حضور چپها در این برنامه اعلام میکنه و از اینکه وقتی که اینها اومدن در حق شرایط تغییر کرد. ایشون روایت خودش رو تعریف میکنه از اتفاقات مشهور اون دوره. روایت متقابل چی است برای اینکه تصویر دقیق تری از حادثه به دست بیاریم یا از اون رخ داد؟ خب به نظرم اینجور گله‌مندی نه فقط در مورد آقای گلپایگانی وجود داشت، در مورد خیلی از نوازنده ها و هم نسلای آقای گلپایگانی توی دوره اتفاق افتاد. اما به واقع این بود که حالا این که میگفتن چپ، حالا این یه جور ناسزا گفتنه بیشتر تا
واقعیت، چون که حالا ما کاری به گرایش های مختلف نداریم، ما در حقیقت همون برنامه گل های تازه که ایشون اشاره بهش میکنه یا بهش انتقاد میکنه، اون محصول همون برنامه گل هایی بود که 20 و چند سال بود داشت پخش میشد و خب به تبع تأثیر خیلی شگرفی رو موسیقی گذاشت، صرف نظر از اینکه کارهای متفاوتی پخش شد. و همون استادی که آقای گلپایگانی بهش خیلی افتخار بکنه، استاد برومند نورعلی خان، خب همون آقای نورعلی برومند میره مرکز حفظ و اشاعه رو راه میندازن و به هر حال داستانهای دیگه که خب همزمان میشه با تشکیل دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران و رشد و گسترش هنرستان موسیقی، خب به تبع نسل تازه تری داشتن میومدن که اینها بیشتر حالا شاید در یه دوره گرایش های فکری هم داشتن، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی اینها یه مقدار برخواسته از خود موسیقی دستگاهی بودن، یعنی از ردیف برخواسته بودن. البته این نیست که آقای گلپایگانی اینا برنخواسته بودن، نه، اونها هم در همون زمین داشتن فعالیت میکردن، اما این یک رنگ تازه تری بود که با اون سلیقه و سبک قدما شاید خیلی خوشایندشون نبوده باشه در اون دوره. توی این فیلم آقای گلپایگانی خب خودش از فعالیت‌هاش صحبت می‌کنه و دیگرانی هم هستند که به هر حال دوستارش هستند یا به عنوان کارشناس در ستایش از او صحبت می‌کنند در فیلم از اهمیت و ارزشش. حالا اگه بخوایم فاصله بگیریم از این فضا، یکمی از اون جای بالاتر و دورتر نگاه کنیم، به اصطلاح در سپهر موسیقی ایران، در اون گستره، از نظر شما اکبر گلپایگانی توی این موسیقی در چه جایگاهی قرار میگیره؟ خب بسیار جایگاه رفیعی داره. البته میدونید که همونجور که راجع به برنامه گلها صحبت میکنیم، انواع موسیقی وجود داره و تو خود همین موسیقی دستگاهی خود ما ایران انواع، یعنی بحث ژانراست در حقیقت، انواع شکل‌ها وجود داره، گونه های مختلف هستن و اکبر گلپایگانی به تبع یکی از چهره‌های برجسته است، برای اینکه در دوره‌ای که مردم خیلی آشنا نبودن با موسیقیشون و موسیقی عمومی نبود، یعنی در حقیقت وقتی واقعا 1319 در ایران رادیو تشکیل شد و بعد بلافاصله توی دهه بعدش برنامه گلها و اینا شکل گرفت که استودیوهایی باشه و ارکسترهایی تشکیل بشه و اینها، اون چیزی که آقای گلپایگانی واقعا ارائه کرد در 17 سال، یعنی خیلی زمان خوبی هم بود، این بود که ایشون آواز خوند. ببینید ما شاکله موسیقی ما ساز و آواز، یعنی درآمدها و مقامهای مختلف موسیقی. آقای گلپایگانی به نحو احسن این آوازها رو میخوند، انقدر که خب در حقیقت گزافه نیست که همه بهش واقفن که آواز رو آورد تو مردم، یعنی آواز رو مردمی کرد. در واقع اون چیزی که وقتی حالا خود محمد رضا لطفی مرحوم میگفت به نقل از نورعلی خان و ابوالحسن صبا، که اون صدایی که ابتدا یخ زده به تعبیر آقای ابوالحسن صبا بوده و بعد تحت تعالیم آقای نورعلی برومند قرار میگیره، یهو تبدیل میشه به چیزی که آقای صبا هر وقت صداشو میشنیده گریه میکرده. یعنی منظور این که اکبر گلپایگانی با آوازش تحول بسیار بسیار مهمی ایجاد کرد در آوازخانهای بعد از خودش، حتی که خب ما تأثیراتش رو دیدیم. حالا اگه یه ذره جزئی تر بخوایم نگاه کنیم، این در واقع دور شدن از یخ زدگی توی این فضا، چه چیز خاصی، چه ویژگی توی کار ایشون بود که باعث میشد یخ زده نباشه یا در واقع متمایز باشه یا اثرگذار باشه؟ پختگی صدای آقای گلپایگانی خب عوامل خیلی متعددی داشت. اولا ایشون خیلی آدم خوششانسی بود از این بابت، چون که از همون نوجوانی فکر کنید شما با پیانوی مرتضی خان محجوبی همراه بشید، چون واقعا عجوبه ای بود آقای محجوبی در نواختن پیانو، در کوک پیانوی، در کوک موسیقی ایران
و آثار بسیار برجسته که ایجاد کرده، مثل همین بحر مثنوی که خب همه دیگه صحبتش رو میکنن، مست مستم ساقی و دستم بگیر، که شعرش از بیژن ترقی است. خب این یک مقامه، یک مقام موسیقاییه و اکبر گلپایگانی این کاری که میکرد در حقیقت این مقام رو میخوند به همون شکلی که وجود داره. یعنی به واقع میشه گفت که ایشون اساتیدی که داشت مثل طاهرزاده و ادیب خانساری و حتی مرحوم زلی و اینا، و واقعا یه شانس خیلی خوبی داشت که این نوجوان توی اینا غرق بشه، ازشون یاد بگیره، و در واقع این فرصت طلایی بود که امثال آقای گلپایگانی داشتن. کسی دیگه این فرصت ها رو به این شکل نداشته در دوره های بعدیشون. یعنی بخشی از ماجرا استعداد طبیعی بوده که ایشون داشته تو این زمینه و استعداد ویژگی خاص حنجره و صداش بوده، و بخشیش هم تعلیمات اساتید برجسته و منحصر به فردی که باعث این شده به طور خلاصه. اما آیا البته اشاره کردید شما توی حرفاتون، میتونیم بگیم که عرصه‌ای که او آغاز کرد یا بود منحصر به فرد به خودش بود، یا اینکه دیگرانی هم هستن که الان میتونیم بگیم مثلا مثل گلپا میخونه یا متأثر از سبک گلهاست، یا اصلا در واقع جای تازه‌ای رو، گوشه تازه‌ای رو باز کرده تو موسیقی ایرانی؟ خب خاستگاه فکری و رشد اکبر گلپایگانی در خانواده بوده که خب پدرش مرثیه‌خوان برجسته یه به تبع. اکبر گلپایگانی با نوحه، یعنی در حقیقت به شکل موسیقاییش اگر در نظر بگیم، نه شکل مداحیش، آشنا بوده، اصلا درش غوطه خورده، و این رو آمیختگی این حالت رو در موسیقی آوازی خود ما ایران، اینها رو تونسته خوب بین این دوتا. یعنی در حقیقت من گاهی وقتا فکر میکنم که اکبر گلپایگانی بیشتر مناجات خانه تا حتی آواز خان به اون معنا، چون که این مخصوصا به قول حال خودش در این فیلم هم اشاره کردیشون، تو مواردی که مثلا حالا اعیادی بوده یا مراسم مذهبی بوده، یک نفر بود که به نحو احسن موسیقی ایران رو، آوازی ایران رو با همون شکل مناجات گونش میتونست بخونه و یعنی پر میزد از نوحه و اله‌ها رو به خودش بگه. بله دقیقاً. و حتی آقای گلپایگانی در این سالهایی که نتونست آواز بخونه، متاسفانه ما نتونستیم دیگه از این اسطوره در حقیقت نسخه های دیگه ای داشته باشیم از نحو، چون به هر حال گنجینه موسیقی آوازی ایران میتونست الحان مختلفش رو داشته باشه، ولی باز ایشون برگشت به اون، بازگشتش به اون حالت مناجات گونه و مرثیه خوانی که درش بزرگ شده بود. یه جوری هم بیشتر اون چیزهایی که میخوند در واقع پند و اندرزهای اخلاقی بود به شکلی درباره زندگی، یعنی اشعاری که انتخاب میشد یا چیزایی که گفته میشد، اون نگاه تأسف بار به آنچه گذشت در زندگی یا هر چیز دیگه ای، بیشتر تو اون فضا و حال هوا بود. بسیار اینطوری، دقیقا هم اینطوره. ولی یه نکته که در واقع میشه گفت ما نشنیدیم در این فیلم یا ندیدیم، این بود که وقتی که ایشون بعد از یه دوره که آواز خواندن دیگه خب یه حالت تکراری پیدا کرده بود، یه مخاطب یه چیز تازه تری میخواست، فضا داشت میرفت به سمت شادتر شدن، مخصوصا با اینکه موسیقی پاپ داشت وارد ایران میشد و موسیقی بود که کاور میشد فقط، و به هر حال امثال آقای گلپایگانی برای اینکه نگران بودن که یه وقت این تو این وادی در حقیقت نتونن اونجوری که هست مخاطبای خودشونو راضی نگه دارن، شروع کردن به این که برن به سمت ترانه خانی. و این ترانه خانی خب به هر حال شما مثلا در این حوزه آقای گلپایگانی رو توی مثلا زمین حوزه مثل هایده و چهره‌های دیگه که موسیقی ترانه های ایرانی رو خیلی خوب میخونن، به این ترانه ها بیشتر به مردمی بودن گرایش داره. یعنی همین در ادامه فرمایش شما اینه که اکبر گلپایگانی و حالا هم نسلانش مثل توی حالا توی خانم ها هایده یا دیگر خواننده های برجسته، اینها به سمت هرچی اینها به سمت مردم می رفتن، شکستاشون، عشقاشون،
پند و اندرز هایی که باید بدادم به مخاطبشون، به شنوندشون، اون مقداری نبود که دیگر نوازنده ها یا خواننده های برجسته موسیقی ایران اصلا کارشون نبود که به اون سمت حرکت بکنن. هرچند الان میشه گفتش که در حقیقت کل خواننده هایی که ما میبینیم الان موندن، حتی بعد از آقای شجریان و اینا که دارن فعالیت میکنن، اینا بیشتر به سمت موسیقی پاپ دارن میرن، یا به عبارتی همون موسیقی مردمی که اکبر گلپای گوینی و امثال ایشون شروع کردن از یه دوره ای. بله، خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. آقای بارفکن، اطلاعات بسیار جالبی بود، دست کم برای به خود من فرصتی برای ادامه گفتگو درباره گلپا و اثرش بر موسیقی ایران دیگه نداریم. شما از گلپا و آوازهاش چه خاطره ای دارین؟ از طریق راهی که اینجا داره زیر نویس میشه، راهی ارتباطی ما، برام بنویسید و با ما در ارتباط باشید. عشق باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. تا دیداری دیگه، بدرود و به امید حالی بهتر برای یار و دیار. خیلی ممنون.